هماکنون وزارت صحت عامه در محاصره پی پی اس حملات مسلح نظامی بالای حسیب قوای مرکز. قسمت جدید سریال زده افغانستان به کارگردانی امرالله صالح. چین به حمایت مالی از حمله به نظامیان آمریکایی در افغانستان متهم شد. انفجار مرگبار در کابل. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از کانال سمارت پلاس خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را نیز سابسکرایب کنید. فوری نوید سلطانی روی صفحه فیسبوکش نگاشته است: همین اکنون وزارت صحت عامه در محاصره پی پی اس، سرک وزیر اکبر خان یک طرفه و مسدود شده. ازدحام ترافیکی در این مسیر مردم را سرگردان ساخته است. وبگو آکسیوس و نقل از دو مقام رسمی آمریکا مدعی شده است که دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور فعلی آمریکا، قصد دارد اطلاعات تایید نشده ای را از طبقه بندی محرمانه خارج کند که شامل اتهامات علیه چین مبنی بر تلاش برای پرداخت مشوق‌های مالی به بازیگران غیر دولتی در اعضای حمله به نظامیان آمریکایی در افغانستان است. این اتهامات 20 روز مانده به موعود تحویل قدرت به جو بایدن دموکرات و در عین حال مطرح می شود که ترامپ از ماه پیش به دنبال افزایش فشار علیه چین و بستن دست دولت‌های بعدی واشنگتن در تعامل با پکن است. در اواخر ماه جون امسال، نشریه آمریکایی نیویورک تایمز در گزارش و نقل از مقامات اطلاعاتی آمریکا مدعی شد که مسکو به طالبان برای کشتن نیروهای آمریکایی در افغانستان پاداش می‌داد. ترامپ در نخستین واکنش به این گزارش گفت که تکذیب روسیه و طالبان را نیز در پی داشت. کسی که به من مایک پنس که معاونم یا مارک میدوز رئیس کارکنان کاخ سفید درباره حمله کذایی به نیروهای ما در افغانستان از سوی روسیه اطلاعات نداده است. همچنان دیمیتری پاسکوف، سخنگوی رئیس جمهور روسیه، نیز اعلام کرده است که گزارش روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز مبنی بر همکاری مخفیانه روسیه با گروه طالبان کذب و بی اساس است. انفجار در کابل 3 کشته و زخمی بر جا گذاشت. یک انفجار صبح امروز پنجشنبه 11 جدید در ساحه 40 ستون از مربوطات حوزه 7 پایتخت رخ داده است. فردوس فرامرز، سخنگوی پلیس کابل، میگوید که این اتفاق ساعت 8:15 دقیقه صبح امروز در منطقه نوبرج 40 ستون از مربوطات ناحیه 7 کابل رخ داده است. در پی این انفجار یک تن کشته و 2 نفر دیگر زخمی شدند. این انفجار ناشی از ماین مغناطیسی بوده که یک موتر دولتی را هدف قرار داده است. هنوز معلوم نیست که قربانیان چه کسانی هستند و چه سمتی در دولت داشتند. کابل در هفته‌های اخیر شاهد افزایش حملات مسلحانه، ترورهای هدفمند و چندین انفجار بوده است. حکومت میگوید که طالبان در عقب انفجار ماین‌ها و قتل‌های هدفمند قرار دارد. قسمت جدید سریال زده افغانستان به کارگردانی امرالله صالح. به نقل از گزارشنامه افغانستان، تخریب حفاظ امنیتی خانه عبداللطیف پترام امر تصادفی نیست، از روی نقشه است و مثل همه اقدامات صالح دنباله یا اپیزود بعدی دارد. یک کودک سر کوچه می داند که پترام با ابردزدان مسلح، سیاسون فربه و طبقه بندی شده در کابل از نظر مال و منال، سلاح و ارتباط با گروه های تروریستی و جنایتکاران سازمان یافته اصلا قابل مقایسه نیست. به اقامتگاه های رهبران از جمله کرزی، سیاف، خلیلی، رئیس پارلمان، فرمانده ها و ده ها چهره چند بودی دیگر نظر بیاندازید. دیوارهای غول آسای کدام یک از نظر راهگشایی در شهر اولویت دارند؟ در پس حمله به خانه پترام،
پلان دیگری است. آیا بطالب و داعش چراغ سبز و کردینه می دهند که حالا بفرما؟ خیر، قضیه به طور گیج کننده متفاوت است. مفرزه های انتحاری طالب و داعش در اختیار خود اداره کابل است که دیگر در چارچوب یک دولت تعریف خود را از دست داده و به یک ستاد تروریستی علیه مخالفان خود تبدیل شده است. ترور فرشته و یوسف رشید تازه آغاز داستان است. اشرف غنی مدیر اجرایی تمدید جنگ در دایره جدید در حیط گسترش داعش است. اینگار امرالله صالح از موجودیت جریان تروریستی تازه دم به نام داعش در واقع پاک کردن ردپای پروژه است که خود جزء از آن است که از سوی آمریکا حمایت می شود. امرالله بارها اعلام کرده است که من جاسوس پر افتخار هستم، اما مردم در غم خودم و هیچ سندی در دست نیست که مردم ما او را مامور به جاسوسی کرده باشد. پس به چه کسی خدمت می کند؟ مراکز استخدام جاسوسی کشورهای اند که جنگ خود را در افغانستان پیش می برند. اشرف غنی و امرالله اکنون به هر اقدامی که دست و پا یازیده اند به نوع صاف کردن را برای غرش و یورش داعش و طالب از طریق راه اندازی جنگ داخلی و استفاده از ثمرات آن بوده است. اما بهره برداری مفید سهم مالکان فرامرزی پروژه است. یک احتمال قوی هنوز سر جایش است. هرگاه آمریکا و پروژه خلیلزاد از این پروژه روی عواملی که خودشان ثواب بدانند کنار بکشند، این دولت واره به شکل بسیار غم‌انگیز سرنگون شدنی است. رخ دیگر صحنه به ما نشان می‌دهد که به جان هم انداختن مردم در شهرهای بزرگ که به سر مقاومت علیه طالبان به حساب می‌آیند، در واقع برگ دیگری از کتاب پروژه خلیلزاد است که طالبان و سپس داعش قهرمانان داستان آنند. مرحله اول این پلان وارد کردن طالبان به کابل نیست. ابتدا ایجاب می کند که پای جنبش مقاومت ضد طالبان به جنگ داخلی کشانیده شود. سپس اعتبار جنبش مقاومت ملی به حیث مظهر جنگ داخلی مخدوش شده و هر نوع اقدام نظامی انتقام جویانه یا بازدارنده علیه آن از سوی نیروهای خارجی مجاز شمرده شود. امرالله و غنی مجریان پروژه اند. این محاسبه افشا از چند زاویه با شکست مواجه است. نخست از سوی قدرت‌های تنومند منطقه‌ای. و در پایان رضا قمامون روی صفحه فیسبوکش نگاشته است: عملیات بازداشت اصیب قوای مرکز ناکام شد. گزارش ارسالی: چند روز پیش به دستور صالح عملیات گسترده نظامی در منطقه 315 خیرخانه راه اندازی شد. هدف این عملیات گرفتاری اصیب قوای مرکز بود، اما اصیب از پلان عملیات خبر شده ساحه را ترک کرده بود. نیروهای شامل عملیات دستور دریافت کرده بودند که هدف عملیات را پنهان کنند و چند نفری را که تصور می شد اصیب را از پلان عملیات خبر کرده بازداشت می کنند. این یک شرمساری بزرگ به حکومت و شخص صالح است که به خاطر گرفتاری یک شخص صدها نظامی را به یک منطقه شهر گسیل می دارد، اما هدف به دست نمی آید. به نظر می رسد که منفذهای اطلاعاتی از درون پلیس اصیب را از پلان عملیات آگاه ساخته باشند. این امر بر رابطه بعد ساله و اندرابی نیز پیوند دارد. اندرابی غیر مستقیم تلاش می کند که ساله در پلانهای نظامی ناکام شود، چون ناکامی ساله به این معنا خواهد بود که ناامنیهای کابل که ساله را ناشی از ضعف اندرابی می داند، ضعف اندرابی نه بلکه به عوامل دیگری وابسته است. اگر ساله در طرح‌های امنیتیش موفق شود، دستش در کنار زدن کابینه ضعیف امنیتی باز می شود، دستی که اکنون از سوی غنی بسته است. اندرابی نیز از این امر آگاه است و بیشتر خود را با غنی و محب نزدیک کرده و با آنان یک جا در صدد سبوتاژ طرح‌های امنیتی ساله است. تشکر از توجهتون. تا درود دیگر، بدرود.